آرش علایی از کنگره آمریکا با ما همراه میشه. آرش، موجی از واکنش ها از روزی که این گزارش منتشر شد اینجا در آمریکا به وجود اومده. طبیعیه که رسانه های محافظه‌کاران و نو محافظه‌کاران لحن بسیار تندتری هم داشته باشن. از گزارش واشنگتن فری بیکن شروع بکنیم. میگوید که علی واعظ بر طبق اون چیزی که یادداشت‌های روزانه کاخ سفید نشون می‌دهد، 5 بار حداقل در زمانی که جو بایدن تصدی کاخ سفید رو بر عهده داشته رفته است به کاخ سفید، حداقل 2 بار با جک سالیوان ملاقات داشته است. طبق گزارش فری بیکن روز 13 اپریل 22 و بعد از اون هم 1 هفته بعد هر 2 بار توسط مشاورین آقای سالیوان اومدن از دم در ایشون رو اسکورت کردن. 1 بار رفته است به وست وینگ یا اون سالن بزرگی به عنوان بال غربی میشناسند اون رو، و بعد هم 2 بار دیگر هم در فوریه امسال، یعنی در فوریه سال 23 سفر کرده است. اون 2 بار رو با برت مکک مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیدار داشته است. یعنی علی واعظ با بالاترین مقامات تصمیم گیرنده دولت بایدن در زمینه مذاکرات با ایران، مذاکرات غیر مستقیم دولت بایدن با ایران ارتباط داشته است. همین چیزی است که واشنگتن فری بیکن هم بهش اشاره میکند. از اون طرف بریم سراغ گزارش تبلت. این گزارش بسیار آنالیتیک و طولانی است. در ابتدا توضیح میدهد ایمیل هایی که از سال 2014 مقامات جمهوری اسلامی، دیپلمات‌هاش یا بعضی از مقاماتی که تبلت میگویند اونها را به عنوان مقامات رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی میکنند، ارتباط داشتند با گروه کارشناسان ایران، با یک گروهی به اسم گروه مدیریت بحران که رابرت ملی ریاست اون رو در بر عهده داشته است. طبق گزارش تبلت، اون چیزی که در تیترش نوشته و در زیر تیترش نوشته، نوشته حلقه جاسوسان ایرانی در واشنگتن متلاشی شد و بعد میگوید خطی که از واشنگتن به تهران وصل شده است از دفتر رابرت ملی میگذرد و اشاره میکند جا به جا به اینکه چگونه آقای رابرت ملی این اعضا رو خودش انتخاب کرده، در جاهای مختلف استخدام کرده است و الان مسئولیت بیشتر رابرت ملی است و در واقع سرزنش رو روی دفتر رابرت ملی میگذارد این گزارش. ممنونم از توضیحات دارش علی، همکارم از کنگره آمریکا با ما بود.